برای صحبت بیشتر در این باره سید نادر آموزگار، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی از تهران با ما همراه هستند. سلام، خوش اومدید به برنامه. آقای آموزگار، با توجه به افشای رویکرد سرکوب رسانه چین و شگردهای آن، آیا امیدی به تغییر رفتار دولت چین در این رابطه با مردم این کشور به ویژه مسلمانان وجود دارد؟ سلام علیکم، وقت شما السلام. و بینندگان عزیز که محترم ما بسیم بخیر. پاسخ متاسفانه منفی است. دولت چین با اتکاب قدرت برتر اقتصادی که در کشور خودش و منطقه و دنیا به دست آورده، خیلی راحت داره سیاست‌های سرکوبگریش رو در علیه همه ملت چین به خصوص مسلمانان ایغور دنبال میکنه. این محدودیت‌های جدیدی که دولت قائل شده، از جمله نصب اجباری نرم افزار جاسوسی روی همه گوشی‌های مسلمانان ایغور، که نصب فیلتر شکن رو مشخص میکنه برای حزب کمونیست، یا استفاده از سایت‌های خارجی رو، به گفته کنگره جهانی ایغورها مقدمه‌ای میتونه باشه برای سرکوب بیشتر مسلمان. بله، آیا این اقدامات چین این احتمال را در میان مردم دنیا افزایش نمی‌دهد که ممکن است تولیدات این کشور حاوی ابزار جاسوسی باشد و تمایل جهانی را از محصولات چین کاهش بدهد؟ صدای بنده را دارین جناب آقای موزگار؟ من یک بار دیگه سوال میپرسم از خدمتتون. آیا این اقدام چین این احتمال را در میان مردم دنیا افزایش نمیدهد که ممکن است تولیدات این کشور حاوی ابزار جاسوسی باشد و تمایل جهانی را از محصولات چینی بکاهد؟ همینطوره دقیقاً. ولی نرم افزارهای کالاهای چینی به قدری ارزون و مناسب در همه دنیا ارائه میشه که بازار خودش رو به خوبی در دنیا باز کرده و کشورهای مختلف قادر به رقابت با محصولات چینی و قیمتهای ارزون اونها نیستن، به خصوص که بعضی محصولاتی که تو ایران ما متاسفانه نمیاد ولی غرب و اروپا ازش استفاده میکنه، کیفیتش هم حتی در حد محصولات غربی و اروپایی رسیده و غربی ها ناچار شدن بعضی از قوانین خودشون رو به خاطر اینکه قدرت رقابت با محصولات خوب چینی رو و درجه یکش رو ندارن زیر پا بگذارن. بنابراین درسته که اثر منفی میذاره توی فروش بعضی نرم افزارها، گوشی های موبایل مثلا، ولی محصولات چینی به قدری گسترده و زیاده که حتی اگه این تاثیر رو هم بذاره، چین رو متقاعد نخواهد کرد که از دست از سیاست های سرکوبگرانه خودش برداره. بله، آیا آموزگار چه راهکارهای جهانی برای وادار کردن چین به رعایت اصول بشر و بها دادن به حریم شخصی شهروندانش وجود داره؟ غربی ها دارن کار خودشون رو میکنن و مرتب فشار خودشون رو بر چین از طرق مختلف وارد آوردن. منتها این کشورهای اسلامی هستن و از جمله ایران که مسئله مسلمان ها ظاهرا براش مهمه، باید در این موارد هم با رایزنی با سیاستمدارای چینی سعی کنن این هدف رو پیش ببرن. بسیار متشکرم از شما، سید نادر آموزگار، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی از تهران.